بوی اسفند پیچیده دور و بر حسینیه، دونه دونه میکشونه ما رو پای منبر حسینیه. کیه داره که دوباره این گدارا میبره حسینیه؟ یه یا زینب میگم ارشد میزنم زنگ در حسینیه، تو نفس من میگیره، نوکر تو میمیره، آقای من عشقم چقدر هستی دلسوز، حرمت هر شب شب هر روز رو بیرای من، زمینه که باشم این شب ها من کربلا، زمینه که باشم این شب ها من کربلا، کربلا 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 چی بخونم واسه وسوش به خدا کمه همه، این چه حسه قریبونم است که داره منو دگرگون میکنه، حرمش شب جمعه همه رو یه روز مهمون میکنه، بی تو نفس من میگیره، نوکر تو میمیره، آقای من عشقم چقدر دستی دلسوز، حرمت هر شب شب هر روز رو بیای من، آرزومینه که باشم این شب ها من کربلا، آرزومینه که باشم این شب ها من کربلا، کربلا 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 در جوانی بی حسین احساس پیری می کنم، در جوانی بی حسین احساس پیری می کنم، بگذر از پیری که احساس حقیری می کنم، دولت عشقش بنازم با لباس نوکری، در سفارت خانه دلها سفیری می کنم. من فقیر اهل بیتم لیک کشکولم پر است، من فقیر اهل بیتم لیک کشکولم پر است، فخر بر پادشاهان فخر بر تاج شهان با این فقیری میکنم. گفت زاهد از چه رو بر سینه محکم میزنی؟
گفتم از آینه دل گردگیری می کنم. من اسیر رشته زلف حسینم، مدعی ناز بر آزادگان با این اسیری می کنم. گر امیرالعاشقین این عشق را امضا کند، می روم عرش و ملائک را امیری می کنم. در حرم ناخوانده رفتم، حضرت معشوق گفت خود بیا بی خود بیا، مهمان پذیری می کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل الساعة، ولیا حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل ولیک الفرج. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت آقا و مولامون حضرت بقیت الله و یکایک شما حسینیان و عزیزان محترمی که با مجموعه رسانه امام حسین، شبکه جانی امام حسین یک، همراه میشید و شبها به عشق این که قطراتی عشق بر مظلومیت آقا سید الشهدا علیه السلام بریزید، بیننده برنامه خودتون سفره عشق هستید. پس از 20 شب 2 دهه گریه و ناله و انابه به درگاه خداوند و بر مظلومیت آقا سید الشهدا، با حضور دو بزرگوار، دو مداح، جناب آقای علی آقای پاکدامن از مشهد مقدس و از دو استاد حاج اصغر آقای فتاحی و حضور آسد علی آقای فالی گلمون از شهر قم، 20 شب رو تلاش بر این کردیم که گریه ما، عشق ما مؤثر در فرج حضرت حجت ابن الحسن جل الله تعالی فرجه و شریف باشه و باعث مرهم بر زخمه های دل آقا سید الشهدا علیه السلام باشه. پس از استقبال شما بینندگان و ورود به ماه صفر و ابتدای حزن عظیم و بزرگی که امام زمان به خاطرش گریه میکنند، امام سجاد قصه دار اون لحظات هستند، دوباره خدا رو شاکریم که رزق پیدا کردیم سر سفره عشق، سفره‌ای که با محبت آقا سید الشهدا پهن میشه و با حضور اهل بیت قطعا ما هم مهمان این مجالس خواهیم شد. توی برنامه سفره عشق این دهمون از محضر مداح گرانقدر جناب حاسد علی آقای فالی خودمون عزیزمون و محترم از سلاله پاک حضرت زهرا سلام الله علیها و از دیار کریمه اهل بیت حضرت معصومه سلام الله علیها که جانم به فدای عمه سادات حضرت معصومه هستیم که محضرش سلام عرض ادب و احترام. خیلی خوش اومدید. ارادت دارم مخلصم شما و بینندگان ما. عرض سلام دارم خدمت همه بینندگان عزیز و محترم شبکه جهانی آقا امام حسین علیه السلام و تسلیت میگم با آقا صاحب الزمان و خدا را قسم میدم به این ایام حزن و اندوه اهل بیت سلام الله علیه، ایامی که اهل بیت سختی ها کشیدن، زجر ها کشیدن، قسمشون میدم به جبل الصبر حضرت زینب سلام الله علیه که فرج آقا حضرت مهدی سلام الله علیه نزدیک بشه میشه انشاءالله. خدا خیرتون بده. ممنون که باز دوباره دعوت ما رو پذیرفتید. ما خوشحال بودیم که در اون دهه در خدمتون هستیم و الحمدلله باز روزیمون شد که در خدمت شما باشیم. حالا من خودم هم سیدم، ولی فکر میکنم خوندن روزه ها و مصیبات از زبان بچه سیدا یک سوز دیگری داره. به هر حال هممون دیدیم توی مجلس عزاداری همه میان، مداها میرن به احترام بانیان مجلس، حالا ترحیم هفته است یا اربعین، ولی خود بازماندگان
اون شخص مرحوم وقتی یه مثلا ناله کوچیکی میزنن تو دلها خیلی اثر میکنه، دیگران هم باش هم ناله میشن. خوندن شما هم از این باب نمک داره که به هر حال جزء سلاله حضرت زهرا سلام الله علیها هستید و الحمدلله و بنده هم خرسندم که در خدمت شما هستم. خیلی بینندگان ما مشتاقن از نفس شما بهره بگیرند و پای این سفره اشک‌ها بریزند، چون امید دارند که سر این سفره کسی اگر دست خالی آمد دست خالی دیگه بر نمیگرده. توی این 10 روز که شما در جاهای دیگه بر جالس داشتین تو کمتر تونستیم با هم یک گفتمانی داشته باشیم، پیام هایی که به سمت ما اومد، بینندگانی که حالا خصوصا با برنامه اینجا کربلا همراه هستن شاهدن و میشنیدن که خیلی ها پیام هاشون رو این گونه از آن داشتن که آقا سید مثلا سلام، ما حاجتمون رو در سفره عشق شما گرفتیم، اربعین کربلایی هستیم. یا یادم همین امروز یک پیامی رو خوندم، از خواهیم نه چند روز پیش بود که من سفره عشق حاجتم رو گرفتم و دیگه الان شرمنده شوهرم نیستم، خبر خوش بهم داده، فرزندم رو به تو می سپارم. از دوستانی بود که التماس دعا گفته بودن برای اینکه دامنشون سبز بشه، الحمدلله نتیجه گرفتن. بینندگان می دونند که در خونه امام حسین علیه السلام آقایی که کریمه احدی ناامید بر نمی گرده، اگرم نیست بحث صلاح دید اونها. یه ای کریمی که از خزائن غیب گبر و ترسا و وظیفه خور داری، دوستان را کجا کنی محروم تو که با دشمنان نظر داری. به به دستتون درد نکن. آقا من سکوت میکنم. یا علی من بهره ببریم از فیض بگیریم از خوندن شما. خالیه انشاءالله که دهه اربعین ببینیم انشاءالله. بله انشاءالله همه دوستان. بسم الله الرحمن الرحیم. ای شهریار ارض و سما، در زمین بیا، ای وارث پیامبر و قرآن و دین بیا، تنها توی امید همه ناامیدها، ای در ائمه از همه تنها ترین بیا، بیا خانه بدوش فاطمه، در شهر و کوه و دشت، باشد هنوز جد تو خانه نشین بیا. آقا جان عزیز فاطمه، ای وارث ذوالفقار علی، ای دار و ندار حضرت زهرا، تا کی سر حسین به بالای نیزه ها،
تا چند جسم بی سر او بر زمین بیاد، تا چند امهای تو در شهرها اسیر، تا چند امهای تو در شهرها اسیر، نامحرمانشان ز یسار و یمین بیا. به خدا درده، به خدا مصیبتی بزرگتر و بالاتر از این نیست. آل الله میگه کم کساییم وارد یک شهری بشن که ام کلثوم، حضرت ام کلثوم سلام الله علیه، به شمر ملعون لعنت الله علیه گفت شمر ما رو از یه دری وارد کن که راحت رد بشیم، آدمایی که اومدن اونجا کمتر باشه، خدا لعنتشون. قربانت بشم چه شهری شهر شام، زبون از گفتن مصیبت های شام قاصره، فتنه و بیداد و بلا بود شام، سخت‌تر از کرب و بلا بود شام، سخت‌تر از کرب و بلا بود شام، شام بلام تیره‌تر از شام بود، اسمت حق و ملع آم بود. به خدا شامیان شهر را بزن آزین سر بزن، چهره ها خندان دلغا شاد بود، بر لب مردم مبارک باد بود، ساز و نیم نغمه واقعا بود، دست گل سنگ دلان سنگ بود. همه این جماعت اومدن به دیدن اون کسایی که همه عالم ریز خانشونه، اما چه دیدنی، سرهای بنه این مخدرات روی ناقه‌های آریان سوارن، اون زنانی که از بام خاک سر میریزن، اون کسایی که سنگ دستشونه سنگ میزنن، اون کسایی که ناسزا بلدن ناسزا میگن، یا صاحب الزمان ساز و نی و نغمه و آهنگ بود، دست گل سنگ دلان سنگ بود، خلق به دور اسرا صف زدن، هر یه بیت یه بیتش یه دنیا مصیبته، خلق به دور اسرا صف زدن،
کوچه به کوچه همگی کف زده آخه فاطمه های حرم فاطمه زخم زمان مرهم زخم غمه اینقدر به اینا گفتن نگاه کنید اینا خارجی هم اینا یهودی هم هر که به آن خست دلان رو نخواد زخم زبانی زد و دشنام داد خنده برستش و قدام می زدن ای وای سنگ بلاموس خدا می زدن بی خود نبود امام زین العابدین فرموس مرتبه اشام 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 منو کش مصیبت های شام اگه کربلا از ما علی اکبر گرفتن اگه کربلا علی اصغر گرفتن اونطور توهین نکردن که در شام به ما توهین شد آخه ای قافله تام وارد دروازه شد به خدا سخت‌ترین ساعت همون دروازه ساعت بود قافله تام وارد دروازه شد داغ جگر سوختگان تازه شد دوباره این سرا رو بردن بین ناگهان دوباره زینب سر شکسته برادر شدیده دوباره 3 ساله عمی عبدالله سر عمو عباس شدیده آی بمیرم برادم جانم زینم پای سر رهبر آزادگان عید گرفتن زنازادگان هرکس که وارد شهر شام میشد میگفت اینجا که خبری نیست ایام عید نیست چه خبره چرا مردم شهر آذین بستن چرا لباسای نو پوشیدن شادی میکنن پای سر رهبر آزادگان عید گرفتن زن آزادگان آل ابو سفیان در هلهله آل رسول الله در سلسله وای ندانم که چه تقدیر بود دست خدا در گل و زنجیر بود این جن خط زبون حال امام زین العابدین قربونت بشم آقا جان شامیان من داغ دارم هلله کمتر کنی خارجی نه زاده یه پیغمبرم باور کنی کب زدن پای سر فرزند زهرا خوب نیست نامسلمانان حیا از دخت پیغمبر کنی با چه جرمی امم را پیش چشمم
میزنی نه حیا از فاطمه نه شرم از حیدر کنی کوچه کوچه سنگ بگرفتی جای گل به دست سال سال فرق مجروح علی اکبر کنی من نمیدونم چه دید دیده زینب چه دیده دیده امام زینب آبدین ولی اینقدر براتون بگم از روی بام سنگ زدن به این سرها کوچه کوچه سنگ بگرفتید جای دست گل سال سال فرق مجروح علی اکبر کنید یا صاحب الزمان آقا جان زخم زنجیر مرا دیدید خندیدید با شادمانی پایش که امم کمتر کنی روز ما را دگر از زخم زبان شب نکنی خنده بر اشک من و گریه زینب نکنی الحمدلله خدا خیرتون بده اینقدر این مصیبت در این تاریخ خاصه فراوانه و با دل امام سجاد با دل امام زمان بازی میکنه که تمام مصیباتی که امام سجاد بفرمایند غالبش مال ورود به شهر شامه وقتی سوال کرد گفتش که چرا حضرت شما سه مرتبه فرمودید از شام از شام از شام اون چیزی که حضرت فرمودند و خودشون هم گریه فرمودند اینه که ما رو از محله یهودی ها عبور دادن امه ها منجل و چشم نامحرم از بالای بام ها بر سر ما خاکستر می ریختند یه وقتی از این خاکسترها یک گل آتشی توی عمامه من افتاد یا صاحب از زمان دستهای من که بسته بود آنقدر این آتش اثر کرد تا عمامه ام سوخت به فرق سرم اما آنچه که ناله امام سجاد رو بلند میکنه اینی که ببینه اما جلو چشم نامحرم ها وقتی سهل ساعدی آمد حضرت فرمودند که دو تا حاجت ازت دارم اگر قطعه پارچه ای داری به من بده بذارم زیر این قل و جامه که گردن من رو زخم کرده سهل میگه تا قل و جامه رو حرکت دادن که حضرت این پارچه رو وارد کنن دیدن خون تازه از گردن حضرت آی غیرت دارای عالم این روزه گریه داره انشالله حقش رو ادا کنی یه وقت هم حضرت فرمودن که سهل اگه پول داری کمی به این نیزه دارا بده سرها رو یه قدری جلوتر ببرن مردم مشغول تماشای سرها بشن کمتر به ناموس خدا نگاه کنه نگاه و گوشه چشمی به این گدا کافیست تو را به جان رقیه همین مرا کافی است خدا خیلی دل سید شد نفست گرم
خدا کند که نگاهی کنی زمین خوردم، خدا کند که نگاهی کنی زمین خوردم که بر به خاک غم افتاده ای نگاه کافی است. دلم که دست خودش نیست گاه می شکند، در این میانه فقط نامی از شما کافی است. برای راحتی از آتش جهنم هم دو قطره اشک فقط پای روزه ها کافی است. بیندگان عزیز، الان لحظه ایست که باید دست هاتون رو برای دعا بلند کنید. سید جان دعا بکنند با نفس گرمش، فقط دستتون رو بیارید بالا. من این روایت رو بارها گفتم، یک بار دیگه امشب دلم میخواد بگم، چون همه گریه های من و شما و امام زمان و امام سجاد و همه اهل قافله بیشتر امشب برای زینب کبرا بوده. خدایا به حق اون بانوی که امام زمان فرمود اینقدر در خونه خدا آبرو داره که هیچ دستی اگر به سمت خدا بلند شه و عمه جان ما زینب رو واسطه قرار بده دست خالی بر نمیگرده. خدایا به حق زینب عجل ولی کل فرج دعا کنید. یا علی، خدایا به دل شکسته امام زین العابدین، خدایا به اسارت امام زین العابدین، خدایا به صبر حضرت زینب سلام الله علیه، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. همه دعاهامون انشاءالله در پرتو این دعای فرج به استجابت برسه انشاءالله. تا فرد و شب سلامی دوباره، سفره عشقی دیگر، خدا نگهدارتون باشه. یا علی، بوی اسفند پیچیده دور بر حسینیه، دونه دونه میکشونه ما رو پای منبر حسینیه. کیه داره که دوباره این گدارا میبره حسینیه؟ یه یا زینب میگم ارشد میزنم زنگ در حسینیه، تو نفس من میگیره، نوکر تو میمیره، آقای من عشقم چقدر هستی، دل سوز حرمت هر شب هر روز رویای من، ای آقا آرزومینه که باشم این شب ها من کربلا، آرزومینه که باشم این شب ها من کربلا، کربلا 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 چی بخونم واسه وسمش به خدا کمه همه، این چه حسه قریبونم
که داره منو دگرگون میکنه. حرمش بر شب جمعه همه رو یه روز مهمون میکنه. بی تو نفس من میگیره، نوکر تو میمیره. آقای من عشقم چقدر دستی دل سوز، حرمت هر شب هر روز روزی های زمینه که باشم این شب ها من کربلا. آقا زمینه که باشم این شب ها من کربلا. کربلا 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 کربلا.